سرخط مهمترین ها. On the non-recognition in the entire Western world, and I actually don't see that as a changing in the future. این گناه ادعاها و یا پروپاگند از سوی حلقات پخش بشه که در کشور ما در مقابل امارت اسلامی شکست خورده. دیدار از این مناطق جزء اجرای وظیفه یک وزیر دفاع است. خب کار نیک است. یو 1500 کیلو ولت برشنا مزه یو چې هغه ترکمنستان هیواد په دغه برخه کې خپل پوره چمتووالی وشو. وقت بر شما بخیر. بیننده مهمترین های خبر ساعت 5:31 با من ادریس فاروقی هستید. اتحادیه اروپا گفته که در حال حاضر اجماع جامعه جهانی بر این است تا امارت اسلامی بر رسمیت شناخته نشود. سفیر اتحادیه اروپا در نشست در پارلمان اروپا همچنان خواستار ادامه کمک های بشری به مردم افغانستان شده، اما تاکید کرده که این کمک ها نباید در اختیار امارت اسلامی قرار گیرد. امارت اسلامی اما میگوید خواهان روابط دیپلماتیک با تمام کشورهاست. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. افغانستان محور بحث پارلمان اروپا. شماره از عضوهای پارلمان اروپا نشست را در مورد بررسی وضعیت افغانستان و مسیرهای پیشرو برای منطقه و غرب برگزار کردند. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان که در این نشست شرکت کرده بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تاکید دارد، اما میگوید که نباید هیچ پولی به امارت اسلامی ارسال شود. هرچند نزدیک به یک ماه از انزوای سیاسی افغانستان میگذرد، اما حالا آقای ون برانت میگوید اکنون اجماع جهانی بر این است تا امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشود. در حال حاضر برای به رسمیت نشناختن امارت اسلامی اجماع کلی کشورهای غرب وجود دارد. این اجماع بر رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، ایجاد حکومت فراگیر و رعایت حقوق اقلیت ها متمرکز است. همزمان یک عضو پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که هراس افغانی هم در افغانستان در حال رشد است. طالبان با پالیسی های محدود کننده ایشان ادامه میدهند. دستاوردهای زنان کاملا نادیده گرفته شده، آزادی بیان هم محدود شده است. هراس افغانی در منطقه در حال رشد است و گروه های هراس افغان جسورتر شدند. در این نشست که درست پیش برگزار شده، شماره از فعالان حقوق بشر افغانستان نیز حضور داشتند. اینان هم از وضعیت حقوق بشری در افغانستان نگرانی می کنند. در حالی که مداخلات خارجی پیچیده است، باید به مردم گوش داد، اما به افغانها گوش داده نشده و نظرات آنها در تصمیمات سیاسی که بیرون آمده است گنجانیده نشده است. امارت اسلامی اما میگوید خواهان روابط دیپلماتیک با تمام کشورهاست و آن را به نفع تمام طرفها میداند. روابط دیپلماتیک و تعاملات معنادار بین کشورها، کشور ما با دیگر کشورها و جامعه بین المللی به نفع هر جهات ها می باشه، به نفع هر دو طرف می باشه. پس ما قبلا هم بارها تکرار کرده ایم که مسائل داخلی را باید به خود افغان ها گذاشته شود. افغان ها حق دارند که در کشور خود تصمیم خود را خودشان بگیرند.
روز گذشته دفتر معاونت سازمان ملل در گزارش از نقض حقوق بشری در افغانستان پرده برداشت و گفت که در 10 ماه پس از روی کار آمدن امارت اسلامی بیش از 2000 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. سازمان ملل یک بار دیگر از حضور و فعالیت گروه های تروریستی در خاک افغانستان نگرانی کرده. در گزارش تازه این سازمان آمده که داعش و القاعده قصد دارند تا از خاک افغانستان حملاتشان را به سایر کشورها به ویژه امریکا در سال 2023 انجام دهند. از سوی در این گزارش از زنده بودن ایمان الظواهری رهبر شبکه القاعده و روابط آزادانه و نزدیک وی با رهبر امارت اسلامی نیز گزارش شده. همزمان در گزارش نشر شده سازمان ملل تاکید شده که القاعده و داعش به سرعت در صدد به دست آوردن تجهیزات باقی مانده امریکا در افغانستان هستند. امارت اسلامی اما این گزارش را رد میکند. گزارش از نوید صمدی. القاعده پس از گروه داعش تهدید دراز مدت برای افغانستان و جهان. تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل به تازگی گزارش را به نشر رسانده که نشان می‌دهد فعالیت داعش و القاعده در افغانستان بیشتر شده است. القاعده و داعش در سراسر افغانستان حضور دارند و مبارزان از القاعده در شبه‌قاره هند و شاخه در جنوب آسیا در میان واحدهای جنگی طالبان در سطح فردی حضور دارند که این جای نگرانی برای جهان است. ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده هنوز زنده است و نقش مشورتی برای طالبان دارد و این دو گروه همچنان تماس نزدیک خودشان را در چند سال گذشته حفظ کردند و پس از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان القاعده فعالیتش بیشتر شده است. اسناد و شواهد مبنی بر روابط القاعده با طالبان در دست داشته باشند باید ارائه و همگانی بسازد. در غیر آن این یک ادعای محض است و این گفتار سازمان ملل یک نوع لابیگری به سازمانها و نهادهای جهان است. در بخش دیگری از این گزارش آمده که داعش و القاعده به شدت دنبال پهپادها و تجهیزات باقی مانده امریکا در افغانستان برای جنگجویانشان هستند. ولی در برابر سایر گروه های تروریستی از جمله القاعده سیاست امارت اسلامی، سیاست مبهم و غیر ملی هستند. به این خاطر هم هستند که جامعه بین المللی و افغان ها اکثرا انتقاد میکنند که چرا باید سیاست دوگانه در برابر پدیده های تروریستی که منافع ملی ما را دارند تهدید میکنند وجود داشته باشند. سازمان ملل گزارش کرده که القاعده میخواهد تا در ولایت‌های غرب و شمال افغانستان هم سربازگیری نماید و پایگاه نظامی بسازد تا بتواند به کشورهای دیگر حمله کند. همچنان این سازمان گروه داعش را برای افغانستان و جهان یک تهدید کوتاه مدت عنوان کرده و شبکه القاعده را تهدید دراز مدت. گروه های مختلف تروریستی از جمله القاعده و داعش در حال سربازگیری هستند و این خطر بسیار جدی را برای امنیت و ثبات منطقه، برای امنیت و ثبات جهان و برای امنیت داخلی افغانستان ایجاد میکنه. در این میان امارت اسلامی یک بار دیگر به جهان و کشورهای همسایه اطمینان میدهد که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به جهان نخواهد بود و به هیچ گروه اجازه فعالیت در خاک این کشور را نمیدهند. این ادعاها را و این پروپاگاند را ما جدی رد می نماییم. این گناه ادعاها و یا پروپاگند از سوی حلقات پخش بشه که در کشور ما در مقابل امارت اسلامی شکست خوردند و فعلا از همچو ادعاها استفاده میکنند، در حالی که هیچ گناه شواهد و اسنادی وجود نداره. با این همه سازمان ملل همچنان تأکید کرده که القاعده در موقعیت بهتر برای جانشینی داعش و شهرت دوباره به عنوان رهبر جهاد جهانی قرار دارد و با روی کار آمدن امارت اسلامی جایگاه دوران 11 سپتامبر را به دست آورده است. وزارت دفاع حکومت سرپرست میگوید که محمد یعقوب مجاهد سرپرست این وزارت در سفرش به ولایت پکتیا از نقاط مرزی خط دیورند دیدن کرده. با گفته این وزارت یعقوب مجاهد با افراد این گروه در پاسگاه های مرزی با پاکستان صحبت کرده و تاکید کرده که با مشکلات آنان رسیدگی میکند. گزارش از سهیلا یوسفی. بازدید ارشدترین چهره نظامی کشور از پاسگاه های سرحدی پکتیا.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در دیدار با فرماندهان قلوردوی 203 منصوری و فرمانده لوای دوم سرحدین قلوردو از بازگاه‌های سرحدی خط دیورند ولسوالی زازیاری به پکتیا بازدید کرده است. این مقام وزارت دفاع در سخنان با جمع از مسئولان نیروهای سرحدی تاکید کرده که حکومت افغانستان خواستار روابط نیک و تعامل مثبت با کشورهای همسایه است و از آنان نیز خواهان چنین روابط است. عملکردهای حکومت داری و یا عملکردهای یک حکومت با اقتدار سه شرط اساسی را نیاز دارد. در نخست یک مشروعیت ملی باید داشته باشند که حکومت مردمی باشند و از مردم باشند. در بخش دوم باید جایگاه این کشور در منطقه ثابت باشه و روشن باشه که روابط با کشورهای دیگر به چی نوع است. و سوم سیاست خارجیش با جهان. اما متاسفانه تا به اکنون ما در این سه بخش متضرر هستیم، نتونستیم که یک استراتژی روشن در این سه بخش داشته باشیم. در همین حال سرپرست این وزارت میگوید که افغانستان بر خاک دیگران تجاوز نمی کند و به دیگران نیز اجازه مداخله به خاک افغانستان را نمی دهد. مجاهد در گفتگو با افراد این گروه در پاسگاه‌های مرزی با پاکستان همچنان تاکید کرده که به چالش‌های آنان رسیدگی می‌کند. دیدار از این مناطق جزء اجرای وظیفه یک وزیر دفاع است. خب کار نیک است. به خاطر که ضروریات عساکر اینها را ببینند. مسئله سرحد منطقه دیورند تا وقتی که مذاکرات تی تی پی و پاکستان انجام نیافته حل نمیشه. در حقیقت خطراتی وجود داره که تی تی پی در پاکستان فعال باشه و پاکستان بگوید که تی تی پی در افغانستان است. پس هنوز وقت است که بگوییم که به کدام طرف می روابط طالبا با همسایه ها به خصوص با بعضی کشورهای همسایه چون پاکستان در سطح بسیار خوب قرار داره. هیچگاه روابط افغانستان بعد از تأسیس پاکستان با پاکستان اینقدر خوب و مورد تایید و قبول پاکستان نبوده. اما کشورهای دور از همسایه، این کشورهای مهم منطقه و جهان نیز با طالبان به نوعی در تعامل هستند. در حقیقت طالبان یک نوع شناخت غیر رسمی از حکومتشان در خارج از کشور دارند. امارت اسلامی در حال از روابط مثبت و تعامل دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان سخن میزند که با گذشت بیش از 11 ماه از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان تا کنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است. جهان تاکید دارد تا زمان که حاکمان جدید افغانستان به خواسته ها و شرط های جامعه جهانی تمکین نکند از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نمی شود. کابل و اسلام آباد روی روابط بازرگانی به یک توافق 15 ماده‌ای دست یافتند. باز بودن 24 ساعته نقطه های مرزی ترخم و سپین بولدک، آغاز تردد لاری های ترانزیتی دو کشور در ماه آگوست سال جاری، رفع محدودیت روی صادرات کالاهای کشور از همه گذرگاه ها به ویژه مسیر بندر واگا، تمدید موافقتنامه آپتا و برگزاری یک نشست سه جانبه میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان در آینده های نزدیک روی اتصال منطقه‌ای از موردهای مهم توافق 15 ماده‌ای دو کشور است. جزئیات بیشتر در گزارش از بشیر احمد شیرزاد. توافق 15 ماده‌ای کابل و اسلام آباد روی رابطه های بازرگانی و نقل و انتقالات. هیئت پاکستانی که عصر دوشنبه به رهبری معاون وزارت تجارت آن کشور به کابل آمده بودند، روی 15 مورد برای تقویت رابطه های بازرگانی و ترانزیتی با وزارت تجارت کشور به توافق رسیدند. باز بودن 24 ساعته نقطه مرزی گذرگاه های ترخم و اسپین بولدک برای رفت آمد و طی مراحل اسناد گمرکی کالاهای بازرگانی در 7 روز هفته، آغاز تردد لاری های دو کشور سر از ماه آگوست سال جاری، رفع محدودیت روی صادرات کالاهای کشور از همه گذرگاه‌ها به ویژه مسیر بندر واگا، تمدید موافقتنامه نقل و انتقال و بازرگانی ابتا و کار روی عملی شدن مواردهای توافق شده در سال 2021،
آغاز خدمات مسافربری میان دو کشور به گونه امتحانی تا یک ماه آینده و برگزاری یک نشست سه جانبه روی اتصال منطقه‌ای میان افغانستان، ازبکستان و پاکستان در آینده‌های نزدیک از مهمترین موردهای توافق 15 ماده‌ای وزارت تجارت با هیئت پاکستانی که به رهبری معاون وزارت تجارت آن کشور صورت گرفته می باشد. توافقاتی بسیار مثمر و مفید و نتیجه بخش هست. سهولیات و تسهیلات زیادی را با تجار افغان و مسائل تجارتی و ترانزیتی چی میکنه وارد میکنه و به وجود میاره. پس ما امیدواری از این هستیم که به خوبی تعقیب شوه و نتایج ملموس و بارزی داشته باشه. پیش از این گفته شده بود که هیئت پاکستانی همچنان روی واردات زغال سنگ از افغانستان که در این اواخر بهای آن را امارت اسلامی افزایش داده گفتگو خواهد کرد. اما مسئولان امارت اسلامی میگویند در مورد زغال سنگ با هیچ کشور پیمان ندارند. امارت اسلامی با هیچ کشور مستقیما چی نداره. تعاملی خرید و فروخت زغال سنگ نداره. زغال سنگ بر تجار داخلی ما فروخته میشوند، اونها انتقال میتن و در خارج میبرند. اونها میدانند که در بیرون از کشور بار قیمتی که میتن. برخی آگاهان به این باورند که موردهای توافق شده روی توسعه بازرگانی میان دو کشور در صورت عملی شدن آن از جانب پاکستان سودمند تمام خواهد شد. فشار زغال سنگ افغانستان باعث از این شده که طرف پاکستانی نکات بسیار زیبا و قشنگ در این توافق نامه بپذیره و یا قبول کنه و روی از او توافق کنه. در صورت تطبیق این توافق نامه در دراز مدت میتونه که باعث افزایش صادرات افغانستان شوه و باعث سهولت در تجارت افغانستان شوه و ایجاد سهولت در تجارت افغانستان باعث کاهش قیمت ها در بازار میشه که مستقیما مستهلک در افغانستان در صورت تطبیق شدن توافقنامه مزیت میبره یا به سود مستهلک و یا به سود مردم ما میتونه که تمام شود. دو کشور همچنان توافق کردند که سهولت‌های بیشتر را برای تردد لاری‌های بازرگانی در همه بخش‌های مرزی و عبور آن به خاک دو کشور فراهم کنند. همچنان دو طرف توافق کردند که روی ایجاد یک راهکار مشخص برای تجارت بارتر بخش‌های خصوصی دو کشور رایزنی‌هایشان را ادامه دهند. کار پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان تا یک هفته دیگر آغاز خواهد شد و با تکمیل شدن آن 100 مگاوات برق به کشور وارد خواهد شد. شرکت برشنا میگوید این تصمیم در پایان نشست سه روزه میان این شرکت با هیئت ترکمنستانی و یک کمپانی ترکی گرفته شده و تفاهم نامه سه جانبه هم به امضا رسیده است. همزمان قرار است در مورد تکمیل پروژه برق 500 کیلووولت مسیر آنخوی، شبرغان و پل خمری هم به زودی تصمیم گرفته شود. در این مورد هم گزارش از اسدالله حکیمی. تلاش ها از بهر آغاز کار پروژه انتقال برق ترکمنستان به افغانستان و پاکستان تا یک هفته دیگر. با تکمیل این پروژه 100 مگاوات برق به افغانستان وارد خواهد شد. این تصمیم در پایان نشست سه روزه میان شرکت برشنا، هیئت ترکمنستان و کمپانی ترکی گرفته شده و تفاهم نامه همکاری نیز به امضا رسیده است. شرکت برشنا می گوید ترکمنستان تا یک هفته دیگر در مورد هزینه و چگونگی تکمیل پروژه برق لین 500 کیلووولت مسیر اندیخوی، شبرغان و پلخمری پیشنهاد فنی و مالی را برای ارزیابی به شرکت برشنا می فرستد. چه د دې ناستې په پایله کې پر دوو مهمو موضوعاتو باندې بحث او پایلې راووتلې چې یو 1500 کیلو ولټ برېښنا مزه یو چې هغه ترکمنستان هیواد په دغه برخه کې خپل پوره چمتووالی وښود د دې په جوړښت کې او ډاډ یې راکوي چې دوی به یو اقتصادي او تخنیکی پروپوزل چمتو کوي د افغانستان برېښنا شرکت سره به شریکوي. در این نشست همچنان بر ادامه همکاری ها و نیز برگزاری دوباره نشست در مورد پروژه های مهم اقتصادی میان سه طرف تاکید شده است. به نظر من اگر میخواین که افغانستان نفع بیشتر میبره از پروژه تپ که مثل پروژه کاسای گزاور یک لین انتقالی باشه و در لین موجوده که فعلا در خود هرات است 220 مشکلات خود هرات و ولایت های غربی را میتونیم که از او برشنا میتونه که از او ضرورت های خود پوره کنه و لین تپ بتونه صرف برای انتقال باشه.
در کنار چالش های دیگر، هوای گرم این شب و روز پایتخت و پرچاوی های برق در 20 روز پسین کارد را به استخوان مردم رسانده است. از این رو شمار از آگاهان می گویند با تطبیق این پروژه زمینه ای کار فراهم خواهد شد و مشکلات پرچاوی های برق نیز از راه برداشته خواهد شد. یک پروژه مفید است که افغانستان به حیث راه اتصال دو کشور می تواند از او حق ترانزیت بگیره و حق انتقال بگیره و بر حفظ و مراقبت از او هم پول بگیره، هم جای کار ایجاد میشه، هم اهمیت جیوستراتژیک افغانستان بالا میره. توافقات در زمینه تامین انرژی برق و انتقال به کشورهای منطقه که افغانستان در آن دخیل باشه، در کنار این که میتونه افغانستان را از حق استفاده برق مستقیم که برای رفع نیازمندی داخلی استفاده بکنه و گرفتن حق ترانزیت که منجر به افزایش شوای داخلی شوه مستفید میسازه، بلکه نقش افغانستان را به یک نقش محوری در برنامه‌های کلان منطقه تبدیل میکنه و باعث میشه که موانع تجارتی از سر افغانستان به گونه تدریجی حذف شود. در هفته های پسین بیشتر شهروندان کشور می گویند برق به شرکت های تولیدی داده می شود تا مردم. از این رو است که پرچاوی های برق افزایش یافته است. حالا مردم به ویژه کابلیان انتظار دارند که شرکت برشنا این معضل را حل کند. شبکه اجتماعی فیسبوک، صفحه های رسمی فیسبوک و اینستاگرام رادیو و تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری دولتی باختر را مسدود کرده. رئیس رادیو و تلویزیون ملی افغانستان در واکنش به این اقدام شرکت فیسبوک بستن صفحه های اجتماعی رادیو و تلویزیون ملی افغانستان را خلاف اصل های رسانه‌ای و آزادی بیان خوانده و از اداره فیسبوک خواسته تا مطابق قوانین رسانه‌ای متحد به آزادی بیان باشند. سهیلا یوسفی. بسته شدن صفحه های اجتماعی فیسبوک، رادیو تلویزیون ملی افغانستان و خبرگزاری دولتی باختر از سوی شرکت میتا. شرکت فیسبوک از امارت اسلامی با عنوان سازمان حراس افغان یاد کرده و میگوید که بر اساس پالیسی های سازمان های خطرناک این شرکت، حاکمان جدید افغانستان اجازه استفاده از خدمات فیسبوک را ندارند. بر اساس قانون امریکا، طالبان به حیث سازمان دهشت افغان شناسایی شده و بر بنیاد پالیسی های سازمان های خطرناک از استفاده خدمات ما منع شده اند. با این حال، رئیس رادیو تلویزیون ملی افغانستان این اقدام فیسبوک را خلاف اصل های رسانه ها و آزادی بیان دانسته و میگوید که به دلیل نامعلوم صفحه های فیسبوک و اینستاگرام این رسانه را مسدود کرده است. او از اداره فیسبوک خواسته تا مطابق قوانین رسانه‌ای متعهد به آزادی بیان باشد. فیسبوک اداره دا کار در طول رسنیز و اصول او د بیان د ازادی خلاف عمل دی. ملی رادیو تلویزیون یو ملی نهاد دی، د ملت رغ او د خلکو رسنی ده او یوازې هغه څه پکې خبریږي چې ولسی غشتنه کوي. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، هم در تویت در مورد تصمیم اخیر فیسبوک نوشته که این عملکرد نه نشان دهنده شجاعت است و نه هم قابل تحمل. اما شمار از خبرنگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اقدام شبکه فیسبوک استقبال کرده و میگویند که امارت اسلامی خود با آزادی بیان پابند نیست. آنان به دلیل جلوگیری از ایجاد جنگ روانی و تبلیغات منفی در میان مردم، خواهان بسته شدن سایر صفحه های تبلیغاتی مقام های حکومت سرپرست نیست شدند. ما اقدام شرکت فیسبوک را به خاطر بستن صفحات تبلیغاتی گروه طالبان اقدام نیک میپنداریم و بسیار خوشحال هستیم که همچون اقدامات هنوز هم در قبال گروه طالبان گرفته میشه. خوشحال هستم که شبکه باختر هم مسعود شد و اقدام شبکه جهانی فیسبوک تقدیر میکنم و امیدوار هستم که شبکه تویتر همچنان در این مورد تصمیمی بگیرد و صفحه تویتر تلویزیون ملی را همچنان ببندد. از سوی هم نهادهای پیشتیبان رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان این عملکرد شرکت فیسبوک را نادرست میداند و میگویند که از دید حقوق بشری قابل پذیرش نیست. عمل کرده که کمپانی فیسبوک امروز انجام داده، خصوصا در مقابل آژانس خبری باختر و تلویزیون ملی، از دید حقوقی، از دید حقوق بشر قابل پذیرش نیست. گرچه در کل این اقدام اداره فیسبوک را نمیتانیم که موجه تلقی کنیم، ولی اگر نتیجه چنین باشه که منابع اطلاعاتی و تبلیغاتی گروه های تروریستی و یا
نهادهای تروریستی را اینا محدود بسازن استقبال میکنه. این در حال است که صفحه های فیسبوک و اینستاگرام رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیت امارت اسلامی در زمان حکومت جمهوریت ایجاد شده بود که صفحه های پشتو و دری این رسانه بیش از 2 میلیون دنبال کننده داشت و بیشتر خبرها و ویدیوهای مربوط به حکومت در آن نشر میشد. با این همه امارت اسلامی در حال از بستن شبکه های اجتماعی تحت کنترل خود از اداری فیسبوک انتقاد می کند و آن را خلاف آزادی بیان می خواند که پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی محدودیت های گسترده در برابر رسانه ها در کشور وضع شده است. در تازه ترین گزارش یونما همچنان آمده که 173 مورد نقض حقوق بشری روزنامه‌نگاران و کارمندان رسانه ها نیز ثبت شده که 163 مورد آنها به امارت اسلامی نسبت داده شده است. سوال هم در مهمترین های از جهان. معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفته که در نتیجه تمام اتفاقاتی که در حال رخ دادن است، احتمال ناپدید شدن اوکراین به عنوان یک کشور از نقشه جهان وجود دارد. دیمیتری مدودوف در صفحه توییترش گفته که روسیه مسئول اشتباهات مقامهای اوکراین نیست. با گفته ای او، اوکراین پس از کودتای سال 2014 استقلال خود را از دست داده و به صورت مستقیم تحت تسلط غرب قرار گرفته و ممکن از نقشه جهان ناپدید شود. این مقام ارشد روسی گفته که ناتو برخلاف منطق و عقل سلیم به نزدیک شدن به مرزهای روسیه ادامه می دهد که خطر واقعی درگیری جهانی و مرگ بخش بزرگ از بشریت را ایجاد می کند. مصطفی الکاظمی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق امروز پنجشنبه را به مناسبت گرامی داشته یاد و خاطره قربانیان حمله ترکیه به استان دهوک عزای عمومی اعلام کرد. حال هم در مهمترین های ورزش امروز. رقابت های لیگ الف فوتسال کابل با قهرمانی تیم فوتسال زیتون به پایان رسید. این رقابت ها که با حضور 26 تیم در 4 گروه به گونه لیگ کمتر از 2 ماه پیش راه‌اندازی شده بود، سرانجام با قهرمانی تیم فوتسال زیتون به فرجام رسید. در دیدار نهایی این رقابت ها 2 تیم فوتسال متحد شمال و زیتون پا به زمین بازی گذاشتند که در وقت‌های قانونی 2 تیم با نتیجه 1-1 برابر هم رضایت دادند تا ضربه های پنالتی تیم قهرمان را مشخص کند. اما در ضربه های پنالتی تیم فوتسال زیتون توانست با نتیجه 5-4 تیم فوتسال متحد شمال را شکست دهد و عنوان قهرمانی این رقابت ها را به دست آورد. به این ترتیب تیم فوتسال زیتون توانست جواز و حضور در رقابت های لیگ برتر فوتسال شهر کابل را در فصل آینده کسب کند. آل هم وضعیت آب و هوایی فردای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل. ممنون که تا حالا بیننده مهمترین ها در این ساعت خبری از یک بودید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.